خدا و بارز سلام، خوش آمدین به برنامه آغاز روز با من مینا خیری. کرونا در افغانستان کابل قرنطینه شد. مبتلایان 555 نفر و جان باختگان 18 نفر. جزئیات بیشتر را در گزارش بیننده باشید. سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. در جریان یک شبانه روز گذشته 34 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. آمار تازه ویروس و کرونا در افغانستان: کابل 8 مورد، هرات 8 مورد، قندهار 5 مورد، بلخ 4 مورد، نیمروز 4 مورد، میدان وردک 2 مورد، غور 1 مورد و بغلان 1 مورد. تا اکنون 18 بیمار کووید 19 در افغانستان جان باختند و 37 تن دیگر شفا یافتند. وزارت صحت برای جلوگیری شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور 22 گروه واقعیابی را ایجاد کرده است. این گروه ها روز شنبه کار خود را در شهر کابل آغاز کردند. امروز در 22 حوزه ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا اجراد خود خواهد داشت. یک منبع بر رسانه ها گفته است که 20 تن از کارمندان ریاست جمهوری مبتلا به ویروس کرونا هستند. 6 کارمند هم از اداره امور مبتلا به این ویروس هستند. گزارش ها می رساند که افراد مبتلا به ویروس کرونا در امیلی کمپلکس هم بیشتر از تعداد است که وزارت صحت می گوید. بر بنیاد گزارش ها یک پزشک بیمارستان رابعه برخی هم ابتلا به ویروس کرونا است که وزارت صحت نتیجه آزمایش وی را منفی اعلام کرده است. یک منبع که خواست نامش فاش نشود با آریانا نیوز میگوید که 2 نفر در وزارت مالیه که روابط نزدیک با سرپرست وزارت مالیه دارد با ویروس کرونا مصابند و اکنون این وزارت به قرنطینه رفته است. یک اقدام جلوگیرانه و وقایعی بوده و در آینده هم ادامه خواهد دادیم. هر زمانی که نتایج بر ما میرسه مثبت به اساس از اون ما اقدامات وقایعی و همچنان تداویگیرانه اگر در صورت خدا نخواسته مثبت باشه اقدام میکنیم. آیا واقعا وزارت صحت کشور آمار مبتلایان به ویروس کرونا را پنهان میکند؟ آمار واقعی را وقتاً فوقتاً با رسانه ها شریک کرده. در این مورد چیزی که به عنوان یکی از مسئولین وزارت صحت ما خدمت شما اطمینان میتونم که هیچ پنهانکاری در این زمینه صورت نگرفته. بانک وزارت صحت به تمامی شهروندان کشور هشدار میدهد که برای جلوگیری شیوع بیشتر این ویروس در خانه بمانید، اما دیده میشود که مردم این توصیه ها را جدی نمیگیرد. در 3 هفته 14 روز الا 21 روز که اگر قرنطینه جدی گرفته شود عامل مرض از بین میره. تنها راه نجات از بیماری کووید 19 و جلوگیری از انتشار بیشتر آن ماندن در خانه است. مهمان هم در بس با خود داریم، آقای دکتر مشتبه صوفی، معالج امراض داخله. آقای صوفی سلام، وقتتان بخیر. میشه که در ابتدا این را با ما بگوین که فعلا ارقام مثبت به 555 رسیده و همچنان 18 تن جان باخته و 37 تن بهبود پیدا کرده. فعلا آیا تا حال تغییر در این ارقام به وجود آمده یا خیر؟ صدای ما داریم؟ بله، ما صدای شما را دارم و البته سلام به شما و بیننده‌های عزیز سلام تقدیم میکنم. شما بهتر میفهمید که ویروس کووید 19 یا کووید 19 یکی از پاندمیک های جهانی است و تمام جهان با این دست و پنجه نرم میکنند. متاسفانه کشور ما هم از این ویروس بسیار زیاد آسیب دیده و متاسفانه تا دیروز آخرین ارقامی که ما داشتیم 555 نفر کسایی هستند که در لابراتوارهای کابل تست شده در افغانستان و تست از نام مثبت بوده و متاسفانه ما 18 واقع فوتی داشتیم که از جمله 37 واقع بهبودی حاصل کردند. ولی این به این مفهوم است که شما فکر نکنید که واقعات به این تعداد است. ممکن است که بعضی دوستایی که در خانه این اعراض علائم پیدا میکنن در خانه میمونن و اصلا یک فوبیا وجود داره، ترس از دکتر، نمیرن به مراکز سی تا بخواد تست بکنن. ما به این فکر هستم که این ارقام بیشتر از حد معمول است. ما یک مشکل در افغانستان داریم، اولی است که ما امی کپاسیتی تست کردن ما بسیار کم است. ما در روز 100 واقعه را ممکن تشخیص بکنیم. در یک شهر 6 میلیونی و یک مملکت بیشتر از 30 میلیون نفر که ما زندگی میکنیم، ما باید سرعت تست های را بیشتر بسازیم و این تست ها را به هر جای برسانیم و هر کس به دسترسی به آسان به این تست ها باید داشته باشه.
که متاسفانه ما نور چی نشدیم. درست دکتر صاحب، فعلا شهروندای افغان شکایت از این دارن که در شفاخانه ها تست وجود نداره، که تای تشخیصی نیست. چی فکر میکنین آیا در آینده این همه موارد فراهم خواهد شد و مشکلات مردم رفع میشه یا خیر؟ ببینین تمام جهان با این ویروس در مبارزه است، یعنی هیچ کس قادر نشده این ویروس مهار بکنه. تو شما ببینید که مقلیت مملکت های جهان با اقتصاد بسیار زیاد بزرگ خود نتونستن اینجا مهار بکنه با اون دانشمنده و علمایی که دارن. متاسفانه ما که از ممالک بسیار فقیر هستیم که 40 سال جنگ تیر کردیم، امکانات ما یا داشته های دارایی هایی که در مملکت ما داریم کفایت نمیکنه و تست هایی که ما جمع میکنیم تست ها تکافو نمیکنه. متاسفانه ما ظرفیت تست ها رو باید بالا ببریم که بسیار کم است و بیشتر شما گفتین که تست ها در افغانستان صورت میگیره، ولی متاسفانه ما ظرفیت نداریم. شما خبر شده باشین در هرات هم با قلت تست مواجه شدیم، نتونستن به کسایی ما که اونجا باشن مواد درست برسن که تست بکنن. خب به هر ترتیب ما هم در مبارزه مجادله هستیم، ولی جالبی است که مردم عزیز هیچ به توصیه های وزارت صحت عامه گوش نمیکنن. وزارت صحت عامه دیگه کشورها هم نابغه نیستن، هر وقت تلاش میکنن نمیتونن که ویروس مهار بکنن. ما هم از جمله هستیم. در حقیقت این ویروس یک پاندمیک جهانی است، باید مردم میده بسیار جدی بگیرن، بسیار باید کوشش بکنن که به توصیه های صحی دکترها و وزارت صحت عامه کشور عمل بکنن. متاسفانه ما با چندین نوع دیدگاه در مقابل از ویروس مواجه هستیم. کسی را به تمسخر میگیره، کسی را با چیزهای دیگر رفت میتواند. در کل این ویروس است که بالا هیچ کس ترحم نداره و این باید جدی گرفته شما و ما از مردم میخواهیم که این موضوع را بسیار جدی بگیرن. اگر هم سوال تکنیکی داشته باشیم ما در این مورد بیشتر باشیم پاسم. بله آقای صوفی، شما در قسمت این اشاره کردین که مردم افغانستان ویروس را جدی نمیگیره. چی فکر میکنین که کوتاهی از طرف وزارت صحت عامه باشه، این که با وقت و زمانش آگاهی عامه به مردم درست پخش و نشر نمیشه؟ ببینین ما از امروز اولی که در تقریبا در آخرین روزهای سال 2019 که شما خبر دارین در ووهان چین ویروس کووید 19 یا به اصطلاح ویروسی که در واقع برام کرولا و کرونا میگن مردم میگن، این در شیوع پیدا کرد. در جنوری سازمان صحی جهان یه گفتن که ایمرجنسی تیبی است و در ماه مارچ که این چند وقت پیش گفتن که یک پاندمیک است، در تمام جهان یک خطر بسیار جدی مردم را تهدید میکنم. از اون تاریخ که ما آگاهی دهی از طریق رسانه ها شروع کردیم، ما از طریق به اصطلاح شبکات اجتماعی وزارت صحت ما آگاهی دهی شروع کرد. ما کار دیگه نمیتونستیم بکنیم بر دفتر، چون تمام جهان مصروف به اصطلاح مصروف خود بودن، هر کس به هر مملکت برای خود کار میکرد. با مردم خود از مرگایی که در اصل از ویروس به وجود میاد، از به اصطلاح ARDS یا Acute Respiratory Distress Syndrome، این نجات بده مردم خود. این میجه ما پیش دستی کردیم، ما مردم آگاه ساختیم، ولی چون سطح دانش مردم میجه پایین است، باورها و عقایدی که مردم عزیز ما در کشور ما دارن گاهی خود با مخالفت مواجه میشه. توصیه های دکتر ایجاب علما و روحانیون با ما همکاری در اوایل نکردن درست. از این خاطر اطلاع رسانی ما به طبقات باسواد اجتماع رساندیم، ولی متاسفانه طبقات پایین که به دسترسی به میدیا نداشتن، به تلویزیون نداشتن، به رادیو نداشتن، فیسبوک نداشتن، از این اطلاعات پس ماندن و این سبب شد تا این مریضی تعدادش در افغانستان به شدت انداز زیاد شود. یعنی چون مردم عزیز ما به دسترسی به اطلاعات جمعی زیاد ندارن، دولت باید یک جای کار میکرد که به سطوح پایین اجتماع باید اطلاع رسانی میکرد، تا جای هم موفق بود و تا جای هم نبود. ولی ما نباید قصر فکر کنیم وقتی که دولت برای شهروندای خود میگه شما قرنطین باشید، در خانه باشید. مردم عزیز ما متاسفانه برلاوی که به توصیه ما گوش نمیکنن، ایده به تمسخر هم میگیرن یک موضوع، و دومی که اینا میگن ما با فقر مواجه هستیم. این فقر تنها موضوع افغانستان نیست، موضوع صحت جهانی است، موضوع صحت مردم ما است. ممکن یک فامیلی که با فقر زندگی میکنه اگر مور قرنطین نکنه، ممکن خود هم از بین ببره جان فامیل خودم، به خطر برده و مثل یک تصاعد هندسی وره این ویروس کووید 19 یا کرونا ویروس یا نمی سارس کوف 2 که به نام اصلی سارس کوف 2 یا کووید 19 است، این میتونه که جامعه ما را بپاشان، از هم صحت مردم ما را به خطر مواجه میکنه. فوق العاده جدی است. به این خاطر ما از هر طریق ممکن اطلاع رسانی کردیم، از طریق اطلاعات جمعی شبها بیدارخوابی کردیم تا اطلاعات جهان برای ما میتونه مورد دسترسی مردم قرار بدیم. متاسفانه همکاری مردم در حد 50% 60% بود درست. و به این خاطر هم ویروس چیو پیدا کرد.
بله دکتر صاحب، از بس خارج نشیم، شما در قسمت فقر یادآوری کردین. فعلا مردم افغانستان واقعا در وضعیت نیستن که اگر در خانه بینچینن و اینا به این نظر هستن اگر ما در خانه باشیم پیش از کرونا شاید ما را گرسنگی بکشه، و در این قسمت اگر حکومت واقعا رای چاره پیدا نکنه و به مردم کمک رسانی درست صورت نگیره، واقعا فکر نمیکنین که پیش از کرونا فقر مردم را هلاک خواهد کرد؟ ببینین تمام جهان با این پدیده در مبارزه است. یعنی پولدارترین مملکت‌های جهان که ما جمله فقیرترین نشستیم هم ناچار هستند و اینا نتونستن به مردم خود به اون شکل به اصطلاح وضع اقتصادشون تغییر بده تا شرایط. ما ببینیم 50 میلیون نفر یعنی فعلا در هندوستان کارهای خود از دست دادن، در تمام جهان مردم کارهای خود از دست دادن. ممالکی که با اقتصاد قوی هستند اینا کمک میکنن به مردم خود، ولی مملکت‌هایی که ما دیپندنت هستیم، متکی به کمک‌های خارجی هستیم، برای ما بسیار مشکل است. شما به طرفان قضاوت بکنیم، برای ما سخت است که ما هر کس غریب و بیچاره پیدا بکنیم در افغانستان برای ازو کمک مالی صورت بگیره. ولی در کل اگر مردم ما با هم دیگر همکار باشن و با یک عقیده باشیم، ما ببینیم وقتی ما میگیم ما مردم عقیده مند هستیم، رزق روزی از جانب الله پاک است. دیگه از رزق مایندیش و از مرگ مایندیش و غم رزق مخور که هر دو به وقت خیش ناچار هستن. وقتی که ما عقیده داریم که خداوند متعال روزی به رزق روزی میده، پس تشویش ما از نگرانی ما از چی باید باشه؟ یعنی شما هموز مسئله معروف است می قبر گشنه را کی دیده. این به این مفهوم است که ما شما وقتی که این مسئله بهانه گیری میکنیم، یعنی درست است که مردم ما فقیر است، ولی اینجا مسئله صحت مملکت ما مطرح است که باید هر فرد اجتماع احساس مسئولیت بکنه، پولدار به غریب کمک بکنه، به همسایه خبر بگیره، به جیار دیگه کمک بکنه. ولی ما در کل مسئله هدف اصلی ما مسلک ما آگاهی دهی مردم است. ما در مسئله سیاسی داخل نمیشیم چون مسلک نیست، ولی در کل مردم باید با هم دیگر همکار باشن تا ما این خطر بزرگی را که مردم ما تهدید میکنه و جان هزارها انسان خواهد گرفت، خدا نکنه اون روز بیاره، ما دعا میکنیم که بتگ روز ما مواجه نشیم. ولی مردم باید دیگر باید همکار باشن، دولت باید بازی میکانیزم جور بکنه تا ما بتونیم که تبع اقشار پایین اجتماع خودم کمک بکنیم، فقرا را کمک بکنیم، مساکین دستگیری بکنیم، ولی اونا را کمک قسم بکنیم که اونا هیچ کس از گونگی نمرده و نمیمره. ان شاء الله مردم عقیده‌اش را باید قوی باشه. ما به یقین هستیم ما مملکت اسلامی هستیم، مملکت با عقیده هستیم. هیچ وقت ما باید نگیم ما گوشنگی میمونیم، هیچ امکان نداره. ولی یک کس پیدا میشه خداوند راه را بر ما مساعد میکنه، ولی خطری که ما مردم از موی غریب و بیچاره که در شهر بازار کار میکنن، او خطری که ما تهدید میکنه مثل تصاعد هندسی و درست این وایرس به هیچ کس رحم نداره، این جنای سیاسی نمیشناسه، با مذهب کار نداره. خلاصه هر کس که سنش بالاتر از 60 سال بود، مساعد بود، مقاومتش پایین بود، او را به اکیوت استرس سندرم مساعد میسازه، او را چشاش را تخریب میکنه، او را به اصلاح خفک میکنه، هایپوکسی برش موجود داره، مکمکم یعنی از تنفس رو باز میداره و بالاخره پایز از بین افتاد جانش میشه. بله. خب دکتر صاحب، در کل هدف شما این است که در پهلوی کمک های حکومت با شهروندان افغان با یکدیگر بیشتر همدردی و همکاری داشته باشند. حالا با ما این را بگوین که مهمترین سلاح برای مبارزه با این ویروس چی است و مردم باید چی بکنن؟ ببینیم عموم میتودهایی را که در تمام جهان تطبیق میشه، ما هم در افغانستان از اون میتودها استفاده میکنیم. یعنی شما باور بکنید وزارت صحت عمومی ما با وجودی که پول و امکانات بسیار کم در دسترس داره، باز هم زحمت میکشن، کار میکنن. من در دولت کار نمیکنم، گرچه من اصلا شامل دولت نیستم، در جای خصوصی در کلینیک خصوصی شبه دیپارتمنت داخلی است، سرویس داخل هستم، ولی در کل کارهایشون که ارزیابی میکنم، چون دیگر مملکت ها همین کارها رو پیش بردن، همین از این میتود استفاده کردن، ولی متاسفانه ناکام بودن. اگر بیاین دقت بکنیم تا جای تو نظر داشتن امکاناتی که ما داریم، من گفتم براتون که کار ما بد نیست ولی پرفکت نیست. یعنی ما باید دیگام کار بکنیم که از شیوع جلوگیری بکنیم. این تصاعد هندسی رو پیشتر براتون ذکر کردم که شیوع پیدا میکنه، هیچ دولت تا باز جلوش گرفته نتونسته. یعنی بسیار مشکل است که یک کسی بگه که این دولت مقصر است، وزارت مقصر است. در کل خود مردم باید کار بکنن. اینجا رول مردم مهمتر از وزارت و دولت است، به خاطر از اینکه مردم اگر آگاهی به یکدیگر بدن، ماسک استفاده بکنن، در اماکن عمومی مصافحه نکنن، دستبوسی نکنن، روبوسی نکنن، در انگام حادثه و سرفه از آستین خود استفاده بکنن، یا دستمال بگیرن، یا ماسک داشته باشن، یا خانه یکی دیگر نرن، در خانه قرنطین باشن، وقوعات از این مریضی خود به خود پایین مریضی سازمان سی در جهان WHO یا همون سازمان بزرگ سی جهان که یکیش WHO هست که میشه میفهمن که اونا هیچ راه حل دیگه وجود نداره برای زی ویروس، نه دوای وجود داره، فقط یک راه داره، پروینشن، یعنی پیشگیری، وقایع. وی در اثر بلند بردن سطح آگاهی مردم میتونیم ما این کارا بکنیم برای مردم. ولی اگر یک بار متاسفانه
بزرگسالای ما با این ویروس مبتلا شد، نجات از نبر ما بسیار مشکل است با این امکانات کمی که ما داریم. بله دکتر، سه ویروس و کرونا فعلا در جامعه رو به گردش است، تدابیر و آمادگی های وزارت صحت عامه را یا شما به خاطر مبارزه با این ویروس بسنده فکر میکنید؟ ببینید ما بازم سر اون موضوع میایم که این کاری ما در افغانستان فعلا میکنیم بسنده نیست، این باید چیز واضح باید بگویم، ولی جیب خود هم ما باید ببینیم. من مملکت غریب هستیم، حالا فعلا یک فرصت که برای ما ایجاد شده وی است که چین خوشبختانه این ویروس هم مهار ساخت. وقتی که ویروس هم مهار ساخت، دوباره به تولیدات و ماسک و بعضی وسایل طبی آغاز کرد. دوباره اگر وزارت صحت عامه ما شما از این چانس استفاده بکنه و بیشتر کوشش بکنه کمک‌های جامعه جهانی رو جلب بکنه به خاطر خرید وسایل طبی، به خاطر ماسک، به خاطر آینه‌های مخصوصی، به خاطر دستکش و گپ‌های در جهان بله مقلتش مواجه هستیم، یک ابتکار از طرف باید بکنه که زود به ما مواد کمالات بکنه که ما فرستاره ببریم، ظرفیت فرستاره ببریم بالا و روزمره حداقل ما یک 10-15,000 نفر باید تست کرده بتونیم. حالا شما فکر کنید در جمعی 6 میلیون ما 100 نفر رو روزمره تست کرده میتونیم، این ضربه تست ما بین 100 تا 200 نفر در شهر کابل، این بیشتر بسنده نیست. به خاطر وزارت صحت ما باید بیشتر کتار به استرس دکتر قرار بدن. و چون متاسفانه که یک چیز جالب بخواستم بگم که وزارت صحت ما از بدو داخل شدن ویروس در افغانستان تمام سکتورهای خصوصی ده از تداوی و تشخیص منع کرد. به خاطر از این از یک طرف کار خوب از طرف دیگه کار خود رو مشکل ساخت. کار ساده برشانی شد که مردم از تجمعات دور شدن و در مرکز مشخص میدن خود تست میکنه، ولی همکاری دکترای کلینیک خصوصی برای ما ضروری بود که اینا از ما کمک میگرفتن، ما کمکشان میکردیم، از پرسنل خود، از امکانات خود، از انرژی خود باشان استفاده میکردیم، ولی متاسفانه هنوز بسنده نیست. ما باید بیشتر کار بکنیم، اکثر پایین اجتماع رو باید بیشتر آگاه بسازیم، از طریق پیام‌های رادیویی، از طریق نصب لاسپیکرها باید بالای موتورهای سیار در مناطق فقیرنشین باید دولت بره اوجه آگاهی دهی بکنه، برای مردم ماسک توزیع بکنیم، کم کم مردم اطلاع رسانی بکنیم. یگانه وسیله پیشگیری از این مرض اطلاع رسانی است. تداوی قطعا ندارد. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم سایت‌های جهانی رو پیش ما است باز کردیم، میبینم هیچ نوع تداوی وجود ندارد. ترایل‌هایی که صورت گرفته تجربیات کوچکی هستند که هنوز به اثبات نرسیده و کار ما هنوز بسنده نیست. ما باید بیشتر کار بکنیم. هر کس در هر صاحب باسواد است، باید افراد پوینتر اجتماع را آگاهی بدیم. متاسفانه که غیر از آگاهی دهی، توزیع ماسک، کمک‌های وسایل اولیه و آموزش از ما هیچ کار دیگه به مردم کرده نمیتونیم. یعنی شما وقتی یک نفر مریض شد خب میبریم شفاخانه، ممکن است که در ونتیلیتور بره و در آی سی یو بستر شود و این بسیار بزار امکانات ما کم است. ما ماشینات ونتیلیتور هم در افغانستان بسیار کم داریم. از این خاطر ما فوکس عمومی رو سر اطلاع دهی و آگاهی مردم، ما هیچ کار دیگه برای مردم پیش از این کرده نمیتونیم. با وجود اینکه تداویشان ممکن در شفاخانه که خودتان میفهمید که وقتی مریض داخل آی سی یو شد و به ونتیلیتور رفت وفیات بسیار زیاد میشه. یعنی ما ظرفیت نداره که 30 میلیون نفر اگر حداقل 1 میلیون 2 میلیون نفر مصاب شما بتونیم اونا رو کاور بکنیم. بله دکتر صاحب، شما از مهار ویروس و کرونا در چین یادآوری کردین. کشور چین با اون همه امکاناتش، با وجود اینکه قرنطین هم وضع کرده بود در کشورشان، تانستن که در ظرف بیشتر از 2 ماه وضعیت که در ویروس و کرونا در اون کشور پخش شده بود مهار بکنه. اما فکر نمیکنین که افغانستان امکانات نداره؟ فعلا مردم افغانستان وقتی که میرن در شفاخانه افغان ژاپن مراجعه میکنن، بیشترشان بدون اینکه چک شون اینکه واقعا اینا مبتلا با ویروس و کرونا هستن یا خیر، برمیگردن طرف خانه. این وضعیت به نظرتان در آینده چقدر فاجعه بار خواهد بود؟ ببینیم چین یک غول اقتصادی جهان است. چین میلیاردها دلار مصرف کرد تا این ویروس مهار ساخت. یعنی شما باور بکنید که مصرف چین، اگه شما ببینید که چقدر اینا زحمت کشیدن، میلیون ها نفر را بسیج ساختن، برای مردم کمک کردن، ماسک توزیع کردن، آگاهی رو بلند بردن. سطح آگاهی مردم چین شما مردم افغانستان مقایسه نکنید. اینجا ما بسیار برنامه‌های فرهنگی کلتوری زیاد داریم، ولی آمدیم سر موضوعی که یک بحثی که چین چگونه توانست ویروس مهار بکنه یک دست از برای ما. چین و کوریا و هنگ کنگ و بعض مملکت های موفق مثل ژاپن و مملکت های دیگه که آمار ارقام مرتلیتی و وفیات پایین آوردن و ویروس مهار ساختن، یک بحث است که ما نمیتونیم با خود مقایسه بکنیم. آمدیم که ما چی میکنیم. کاری که ما میکنیم هنوز هم بسنده نیست، ولی خوب است، بد نیست. یعنی تا فعلا بسیار مردم تلفات اگرچه داره، ولی شفاخانه افغان ژاپن شفاخانه بسیار پیشرفته نیست. متاسفانه بسیار پرابلم های زیاد دیگه شفاخانه داره. اونجا مردم میره، خود تراکم جمع شدن کلونی مردم این سبب انتشار یا گردش ویروس میشن. اینا باید بسیار تدابیر هوشیارانه و محتاطانه باید بگیرن.
از تجارب مملکت های مثل چین و کوریا و ژاپن و هنگ کنگ و مملکت های موفق استفاده بکنن تا ما شاید فاجعه انسانی نباشیم. ببینید من بازم برات تکرار میکنم که یک این ویروس نو است، این کووید 19 یک ویروس جدید است. از عمر از این ویروس گرچه دو بار دیگه هم سارس و مرسا با وجود آورد در مدل ایست و در چین یک بار دیگه هم یک، ولی این شکل ویروس پیشرفته است. این شکل ویروس یعنی بیخی متفاوت است. تا با جهان ما نتونستیم که بیشتر در مورد ویروس معلومات تا داشته باشیم. ما کلش دانشمندان جهان کار میکنن، هر روز اپدیت شده میره، یک معلومات نو داخل میشه. ولی در کل ما افغان ها یعنی او امکانات که مردم خارج داره ما قطعا نداریم. به این خاطر هم میگیم که مردم عزیز باید در خانه بمانند. این که مسئله فقر است و گپ است، او یک مسئله جدا است، ولی در کل اینا باید در خانه بمانند. و ما هنوز آمادگی کافی مثل دیگر مملکت ها نداریم. ما ضعیف ترینشان شاید ما باشیم و ما از این میترسیم چون امکانات ما کم است. ما میفهمیم، یعنی ما دکترها میبینیم که ما امکانات کم محدود داریم. میترسیم مردم با فاجعه انسانی ما مواجه نشیم. کو وقت ما چیز کردن نتونیم. از این خاطر ما برای مردم بیشتر توصیه میکنیم در خانه بمانند. یک سلفی خشک مثلا، یک گلودردی، یک تبه که بیشتر از 38 درجه سانتیگراد باشه، یک نفس تنگی و یک کسالت خستگی جدی بگیرن. اول در خانه بمانند تا زمانی که نفس تنگی روشون پیدا نشده به شفاخانه افغان ژاپن مراجعه نکنند. به خاطر از اینکه بیروکراسی بیروبار خود تراکم باعث انتقال از ویروس و انتشار ویروس در جامعه میشه. و متاسفانه ما موفق زیاد نیستیم در کنترل از ویروس، نه تنها که ما، تمام جهان موفق نیستیم. امکانات مالی ما بسیار محدود است. من مملکت غریب هستیم. حتی کتای تشخیصی شما خبر است دیرات درست ساکت رسیده بود. بگه بفهمید شما از بهتر از بکده. بله دکتر صاحب، قسمی که شما گفتین مریضا باید به شفاخانه افغان ژاپن مراجعه نکنن، اینا زمانی که شک دارن بالای خود و میگن که ممکن من مبتلا به ویروس کرونا باشم، پس اینها باید به کجا برن و چیگونه تست را انجام بدن تا مطمئن شون که آیا واقعا شخص نزد خود ویروس کرونا داره یا خیر؟ خب این بسیار سوال جالب است. من میخواستم اینجام جود از آقایدی میشه برای مردم باید بگویم که اگر کسی در طول 20 روز گذشته، اگر چی میگن دوره اینکوبیشن پیریاد یا دوره تفریق یا دوره ویروس داخل بدن انسان میشه تا زمانی که مریضی به وجود میاره بین 14 تا 21 روز است. در این مدت زمان مریضای ویروس کرونا یا کووید 19 از خود هیچ نوع علائم ممکن نشان ندن. ممکن یک شخص سالم با شما مصاحبه بکنه، خانه‌تون بیاید بره، ولی خودش مریض باشه، ولی با شما انتقال بده، خودش 14 روز بعد متوجه شه باید تبش یا علائم کلینیکیش 14 روز بعد تظاهر بکنه. مهمترین یا خطرناکترین بخش که ما در قسمت از این ویروس میترسیم این موضوع است که ویروس خاموشانه سیر میکنه و کسی متوجه نمیشه. اگر شما احساس میکنید که سلفی خوش داریم و در طول 20 روز گذشته با یکی از افراد مشکوک که از چین اومده باشن یا ایران اومده باشن یا ویروس داشته باشن از قبل یا دیدارش رفته باشن یا زکام داشته باشن، شما اگر احساس میکنید با یک افراد در 20 روز گذشته مواجه شدید و یک سلفی خوش برتان پیدا شده یا یک گلودردی یک سبب برتان پیدا شده، تب دارید مثلا درجات مختلف و یا هم احساس نفس تنگی، کسالت در خستگی و سردردی و یا هم اعراض علیه که سیستم هضمی که مثلا اصابت می باشد، شما کوشش بکنید تا زمانی که ازدواج تنفسی یا دسترس تنفسی برتان پیدا نشده از خانه نبرایید، در خانه قرنطین باشین، بازه فامیل خود جدا بکنین و مقاومتتان را بلند ببرین. یک چیزی که فلان دانشمندان جهان صاحب ساختن که ماندن در خانه، استراحت در خانه، گرفتن مایعات بسیار خوب، استفاده از بیوهایی که باعث رفتن مقاومت و کورسایی که باعث رفتن مقاومت میشه، از این باید استفاده بکنید. بازم تکرار میکنم تا زمانی که برای شما مشکل تنفسی پیدا نشده و یا بسیار تکلیف از نفس تنفسی نشده باشید با شفاخانه ها مراجعه نکنید. به خاطر از اینکه تیمای سیار وزارت سرطان ساخته، خوشبختانه این خبر شما امیل از پخش کردین که تقریبا چندین تیم سیار در شهر کابل ساخته شده که اگر شما با شما 166 خدمات وزارت سلامت زنگ بزنید به شما کمک میکنه، امبولانس روان میکنه، 102 شماره امبولانس ماست، زنگ بزنید و این افراد باید او وقت پیش دکتر مراجعه بکنن. اگر شما به خاطر تکلیفه که پارش از گلون و مثلا یک گلودردی عادی و یک تب پیش دکتر مراجعه بکنید، ممکن دیگر افراد جامعه را مصاب بسازید. از این خاطر به رهنمودهای ما توجه بکنید. شما در شفاخانه با شما هیچ کار کردن نمیتونن. شما اگر فکر میکنید من شفاخانه برم این سلفه و زکام و گلودردی من شفا خاطر بگیرم که میتونه، نه خیر. ای اگر ویروس کرونا به شما در وجود شما داخل شده باشه، شما غیر از استراحت و بلند بردن مقاومت هیچ چیز دیگه ندارید. شما در خانه بمونید و از افراد اجتماع دور باشین و تا زمانی که تنفس در مشکل پیدا نکرده بعد شفاخانه افغان ژاپن مراجعه نکنید. درست. تشکر آقای دکتر مشتبه صوفی، معالج امراض داخله. ممنون از اینکه در برنامه با ما بودید. سپاس. وقفه.
به ادامه برنامه دوباره خوش آمدین. دیدار فرمانده حمایت قاطع با نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر. طالبان از چگونگی تطبیق توافقنامه‌شان با امریکا خوشنود نیستند. گزارش. طالبان از چگونگی تطبیق توافقنامه‌شان با امریکا خوشنود نیستند. از همین رو اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه با یک هیئت آمریکایی بر رهبری اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان گفتگو کرده است. به گفته طالبان روی تطبیق و تخطی ها از توافقنامه. دفتر سیاسی طالبان میگوید از آمریکا خواستند که جلو حملات هوایی و عملیات های هدفمند بر طالبان در مناطق غیر جنگی را بگیرند. امریکایی هنو پا توافق نامه که دو دری تخطی لیدل کیجی نو پا داغ نسبت پانی با دوی خبر رو سر کری. یو دادی چی دا دوی مسئولیتو چی دا بنجانو خلاص اول دوی بایی چی تر سر کری وای. منابع نزدیک به طالبان میگویند اسکات میلر به طالبان اطمینان داده که امریکا بر تطبیق توافق نامه متحد است. جنرال میلر فقط دیده پار دوحی تا سفر کرده دی چی په دوحه کې د سیاسي دفتر مشران د دې نه مطمئن کړي چې امریکا د موافقتنامې او د هوکړه لیک مفاد ته ژمن ده. کاخ ریاست جمهوري اما میگوید ایالات متحده بر بنیاد اعلامیه مشترکش با حکومت در صورت حملات طالبان به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی افغانستان ادامه میدهد. لمړی خو نقص د دې توافقنامې چې دی دا طالب وکیل تا شولی د رشید ورکم ترونی را ورسې د مسلسل د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې پر امنیتی او دفاعي قواو. طالبان ادعا کردند که نیروهای آمریکایی بر بردوج بدخشان حملات هوایی انجام دادند و غیر نظامیان قربانی شدند. گوید حمله هوایی از سوی نیروهای هوایی دولت صورت گرفته و در نتیجه آن ده‌ها جنگجوی طالب کشته شدند. بعض حملات هوایی که صورت میگیرد در دفاع از نیروهای امنیتی در مقابل حمله طالبان از طرف قوای افغان صورت میگیرد. بنابراین این ادعای طالبان اصلا نادرست است. از سوی هم حکومت افغانستان با آزادسازی زندانیان طالب ادامه داده، چنانچه که دفتر شورای امنیت میگوید آزادی حدود 100 زندانی دیگر طالب بر روز شنبه در دستور کار بود. تا کنون صدها زندانی طالبان از زندان بگرام آزاد شدند، اما طالبان به آزادی زندانیان دولت نپرداختند. مهمان هم در بس با خود داریم، آقای احمد بلال واجد رحیمیار، فعال سیاسی. آقای رحیمیار سلام، وقتتان بخیر. بیشتر از شما میشنویم که واقعا چی چیز و چی موضوعی باعث شد که جنرال میلر فرمانده حمایت قاطع دیدار داشته باشه با نمایندگان طالبان در قطر؟ درست، ما آواز شما را دارم و شما هم میتونین که به جواب سوال بپردازین. خب من سوال دوباره تکرار میکنم. سوال ما این بود که واقعا چی چیز باعث شد که جنرال میلر فرمانده حمایت قاطع دیدار داشته باشه با گروه طالبان در قطر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بیننده محترم تلویزیون آریانا. صبح همه بخیر. فرمانده میلر سفر اخیرشان در قطر با دارشان با دفتر سیاسی طالبان در دوحه، شاید هم به خاطر لابی و تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان امریکا و طالبان بوده که از جمله گفته میتانیم هر دو طرف یک دیگر بر نقض توافقنامه هم کرده بودن قبلا و هم میکنند. از یک سو طالب ها میگه بمباردمان و یا کاپه های نیروهای خارجی در افغانستان هنوز هم ادامه دارد، از سوی دیگر میلر هم بر حق است و
بالای طالب ها هم فشار وارد شاید کاهش خشونتی که طالب ها قبلا در نامه صلح از او یادواری کرده بودند صورت نگرفته. این دو طرف شاید روی تطبیق نامه صلح بحث کرده باشند. این تاکید و تطبیق این توافقنامه اثر مثبت بالای گفتگوهای بین الافغانی دارد. گروه صلح گروه الزامی بر مردم افغانستان بر حکومت افغانستان هست. در اولویت کاری تمام مردم افغانستان و حکومت افغانستان قرار دارد. هر چه زودتر یک پروسه امتحانی که بین طالب ها و بین امریکایی ها به توافق رسیده این صورت بگیره و درست تطبیق شود، بعدش اعتماد سازی میشه بین حکومت افغان درست. آقای رحیمیار میشه کین را با ما بگین، فعلا امریکا طرف طالبان طرف امریکا را هم مقصر میدانه که اینا توافقنامه را نقض کردن و به طرف خب با معذرت جهت مشکل بله درست. آقای رحیمیار را دوباره با خود داریم. آقای رحیمیار، سوال دوم من اینجا مطرح میشه که طرف طالبان فعلا امریکا را مقصر میدانه که اینا توافقنامه را نقض کردن و همچنان در پهلوی امریکا کابل و حکومت افغانستان را هم میگه که اینا تخلف میکنن چیزی که در توافقنامه ذکر شده. دقیقا گفتم میتونین که انتقاد طالبان بیشتر به طرف چی کس است؟ آیا طرف امریکا یا کابل حکومت افغانستان؟ طالب ها چند نقطه باریک اونا همیشه از نقطه باریک مهم میگیرن. حیالی که اونا فرستادن به خاطر شناسایی و معرفت زندانیان خود اونا با هیئت حکومت افغانستان با بله نسبت به مشکلات تکنیکی ما نتونستیم که بحث ادامه بدیم. با آقای رحیمیار در این قسمت برنامه گزارش کرونایی را میتونین که بیننده باشین. سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. در جریان یک شبانه روز گذشته 34 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. آمار تازه ویروس و کرونا در افغانستان: کابل 8 مورد، هرات 8 مورد، قندهار 5 مورد، بلخ 4 مورد، نیمروز 4 مورد، میدان وردک 2 مورد، غور 1 مورد و بغلان 1 مورد. تا کنون 18 بیمار کووید 19 در افغانستان جان باختند و 33 تن دیگر شفایاب است. وزارت صحت برای جلوگیری شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور 22 گروه واقعیابی را ایجاد کرده است. این گروه ها روز شنبه کار خود را در شهر کابل آغاز کردند. امروز در 22 حوزه ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا اجراد خود خواهد داشت. یک منبع بر رسانه ها گفته است که 20 تن از کارمندان ریاست جمهوری مبتلا به ویروس کرونا هستند. 6 کارمند هم از اداره امور مبتلا به این ویروسند. گزارش ها می رساند که افراد مبتلا به ویروس کرونا در امیلی کمپلکس هم بیشتر از تعداد است که وزارت صحت می گوید. بر بنیاد گزارش ها یک پزشک بیمارستان رابعه بلخی هم ابتلا به ویروس کرونا است که وزارت صحت نتیجه آزمایش وی را منفی اعلام کرده است. یک منبع که خواست نامش فاش نشود با آریانا نیوز میگوید که 2 نفر در وزارت مالیه که روابط نزدیک با سرپرست وزارت مالیه دارد با ویروس کرونا مصابند و اکنون این وزارت به قرنطینه رفته است.
یک اقدام جلوگیرانه و وقایعی بوده و در آینده هم ادامه خواهد دادیم. هر زمانی که نتایج بر ما میرسه مثبت به اساس از اون ما اقدامات وقایعی و همچنان تداویگیرانه اگر در صورت خدا نخواسته مثبت باشه اقدام میکنیم. آیا واقعا وزارت صحت کشور آمار مبتلایان به ویروس کرونا را پنهان میکند؟ آمار واقعی را وقتاً فوقتاً با رسانه‌ها شریک کرده. در این مورد چیزی که به عنوان یک از مسئولین وزارت صحت عام خدمت شما اطمینان میتونم که هیچ پنهانکاری در این زمینه صورت نگرفته. بانک وزارت صحت به تمامی شهروندان کشور هشدار میدهد که برای جلوگیری شیوع بیشتر این ویروس در خانه بمانید، اما دیده میشود که مردم این توصیه ها را جدی نمیگیرد. در 3 هفته 14 روز الا 21 روز که اگر قرنطینه جدی گرفته شود عامل مرض از بین میره. تنها راه نجات از بیماری کووید 19 و جلوگیری از انتشار بیشتر آن ماندن در خانه است. رفت و برگشت کوتاه. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز. دیدار فرمانده حمایت قاطع با نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر. طالبان از چگونگی تطبیق توافقنامه‌شان با امریکا خوشنود نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش. طالبان از چگونگی تطبیق توافقنامه‌شان با امریکا خوشنود نیستند. از این رو اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه با یک هیئت آمریکایی بر رهبری اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان گفتگو کرده است. به گفته طالبان روی تطبیق و تخطی ها از توافقنامه. دفتر سیاسی طالبان میگوید از آمریکا خواستند که جلو حملات هوایی و عملیات های هدفمند بر طالبان در مناطق غیر جنگی را بگیرند. امریکایی را به توافقنامه که دو دری تخطی لیدل کیجی نو پده غیر اثبات پنی و دوی خبر را سر کری. یو دادی چی داد دوی مسئولیت تو چی در بنجان و خلاص اول دوی بایی چی تر سر کری وای. منابع نزدیک به طالبان میگویند اسکات میلر به طالبان اطمینان داده که آمریکا بر تطبیق توافقنامه متحد است. جنرال میلر فقط د دې لپاره دوحی ته سفر کړی دی چې په دوحه کې د سیاسي دفتر مشران د دې نه مطمئن کړي چې امریکا د موافقتنامې او د هوکړه لیک مفاد ته ژمن ده. کاخ ریاست جمهوری اما میگوید ایالات متحده بر بنیاد اعلامیه مشترکش با حکومت در صورت حملات طالبان به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی افغانستان ادامه میدهد. لمړی خو نقص د دې توافقنامې شیدې د طالب وکیل تا شولې درشي د ورکم ترونی را ورسې د مسلسل د افغانستان په مختلفو ولایتو کې پر امنیتی او دفاعي قوا و طالبان ادعا کردند که نیروهای آمریکایی بر بردوج بدخشان حملات هوایی انجام دادند و غیر نظامیان قربانی شدند. گوید حمله هوایی از سوی نیروهای هوایی دولت صورت گرفته و در نتیجه آن ده ها جنگجوی طالب کشته شدند. بعض حملات هوایی که صورت میگیرد در دفاع از نیروهای امنیتی در مقابل حمله طالبان از طرف قوای افغان صورت میگیرد. بنابراین این ادعای طالبان اصلا نادرست است. از سوی هم حکومت افغانستان با آزادسازی زندانیان طالب ادامه داده، چنانچه که دفتر شورای امنیت میگوید آزادی حدود 100 زندانی دیگر طالب بر روز شنبه در دستور کار بود. تا کنون صدها زندانی طالبان از زندان بگرام آزاد شدند، اما طالبان به آزادی زندانیان دولت نپرداختند. کرونا در افغانستان کابل قرنطینه شد. مبتلایان 555 نفر و جان باختگان 18 فرد. میتونین که گزارش بیننده باشین. گسترش ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. در جریان یک شبانه روز گذشته 34 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. آمار تازه ویروس کرونا در افغانستان: کابل 8 مورد، هرات 8 مورد، قندهار 5 مورد، بلخ 4 مورد، نیمروز 4 مورد، میدان وردک 2 مورد، غور 1 مورد و بغلان 1 مورد. تا اکنون 18 بیمار کووید 19 در افغانستان جان باختند و 37 تن دیگر شفا یافتند.
وزارت صحت برای جلوگیری شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور 22 گروه واقعیابی را ایجاد کرده است. این گروه ها روز شنبه کار خود را در شهر کابل آغاز کردند. امروز در 22 حوزه ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا اجرات خود خواهد داشت. یک منبع بر رسانه ها گفته است که 20 تن از کارمندان ریاست جمهوری مبتلا به ویروس کرونا هستند. 6 کارمند هم از اداره امور مبتلا به این ویروسند. گزارش ها می رساند که افراد مبتلا به ویروس کرونا در امیلی کمپلکس هم بیشتر از تعداد است که وزارت صحت می گوید. بر بنیاد گزارش ها یک پزشک بیمارستان رابعه بلخی هم ابتلا به ویروس کرونا است که وزارت صحت نتیجه آزمایش وی را منفی اعلام کرده است. یک منبع که خواست نامش فاش نشود با آریانا نیوز میگوید که 2 نفر در وزارت مالیه که روابط نزدیک با سرپرست وزارت مالیه دارد با ویروس کرونا مصابند و اکنون این وزارت به قرنطینه رفته است. یک اقدام جلوگیرانه و وقایعی بوده و در آینده هم ادامه خواهد دادیم. هر زمانی که نتایج بر ما میرسه مثبت به اساس از اون ما اقدامات وقایعی و همچنان تداویگیرانه اگر در صورت خدا نخواسته مثبت باشه اقدام میکنیم. آیا واقعا وزارت صحت کشور آمار مبتلایان به ویروس کرونا را پنهان میکند؟ آمار واقعی را وقتاً فوقتاً با رسانه‌ها شریک کرده. در این مورد چیزی که به عنوان یک از مسئولین وزارت صحت عام خدمت شما اطمینان میتونم که هیچ پنهانکاری در این زمینه صورت نگرفته. بانک وزارت صحت به تمامی شهروندان کشور هشدار میدهد که برای جلوگیری شیوع بیشتر این ویروس در خانه بمانید، اما دیده میشود که مردم این توصیه ها را جدی نمیگیرد. در 3 هفته 14 روز الا 21 روز که اگر قرنطینه جدی گرفته شود عامل مرض از بین میره. تنها راه نجات از بیماری کووید 19 و جلوگیری از انتشار بیشتر آن ماندن در خانه است. وقفه. د آغاز روز د خبرونه دوام ته خرغلاس په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1555 کسانو ته ورسید. د میروختي وزارت وای په وروستي 40 ساعتونو کې د هواد نه ولایتونو کې د کرونا 40 مثبت پیښه ثبت شوې ده. کرونا تر دې مهال افغانستان کې له 13 کسانو ژوند اخیسته ده او 10 نور کسان بیرته ښه شوي دي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په هواد کې د کرونا ویروس مخ په خپرېدو دی او همدارنګه په دغه ویروس له امله تخار ولایت هم خوندي پاتې نه دی. په تخار ولایت کې هم 4 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. موږ هم نن سر ښکاره کوو د تخار ولایت او په دې تړاو باندې د تخار والد څخه لا ډېر معلومات راخلو دا چې په دغه ولایت کې څه تدابیر نیول شوي دي د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره. همدا اوس موږ سره د سکایپ د لارې عبدالحق شفق د تخار والي په کرخه دی چې په سر کې ورته ښه راغلاست وی. او ښاغلی والي باز ته په خیر راغلی. لومړی پوښتنه هم ورسره کومه چې تاسو هم وینئ چې په ولایتونو کې دغه ویروس مخ په خپرېدو دی. په تخار ولایت کې تاسو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره تر دې دمه څه کړي دي او څه په پلان کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض احترام به شما و همه بیندگان گرامی شما. به صورت شخص در رابطه با سوال شما باید یادآوری بکنیم که ما کار خود در 3 مرحله بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور ما و هدایت واصله از مرکز از وزارت محترم صحت عامه دقیقا از تاریخ 9 حد ما کار خود در 3 بخش آغاز کردیم. کارهای عاجل فوری و رسیدگی به عوارض جانبی ویروس و همینطور کارهای درازمدتتر و اساسیتر برای مقابله با این ویروس. در اول ما مرکز تداوی و درمان برای بستر شدن افراد مصاب
با ظرفیت 100 بستر ایجاد کردیم. بلافاصله بحث آگاهی دهی را توسط ابزارهایی که در سطح ولایت وجود داشت، رسانه‌های محترم خیلی خوب سهم گرفتن و همینطور علمای دین خیلی خوب سهم گرفتن، جامعه مدنی، معززین، کل اصناف، خود کارمندای حکومت. بحث سوم ضد عفونی کردن تمام تأسیسات ادارات دولتی بود که در اونجا رفت آمد زیاد بود، بعدا کم کم که کاهش پیدا کرد. ضد عفونی کردن خود شهر و کوچه های شهر، تمام جاهایی که اونجا مساجد شریف، محلات که اونجا رفت آمد زیاد بود در روزهای اول. بخش موضوع رسیدگی و امکانات، دسترسی به امکانات اولیه و مواد ضد عفونی، که اینا کارهای عاجل بود که ما فوراً در این قسمت اقدامات خود کردیم. هم در مرکز هم ولی په بخنه سره تاسو خپل ګامونه پورته کړی دي. خلق شکایت لري وای دغلته د کرونا ویروس د مخنیوي په مخه باندې د لازم کارونه نه دي شوي، هغه څه چې باید شوي وي دغه د عامه پوهاوي په برخه کې، همدارنګه د خار د ضد عفونی کولو په برخه کې سم کار نه دی شوی. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟ هیچ شب و روزی بسیار کمتر اتفاق میفته که پروگرام ضد عفونی شهر او توقف یافته باشه. و گپ قبلی مومان، موضوع دوم عوارض جانبی از گپ بود که بالا رفتن قیام بود که ناگهان نوساناتی در بازار ایجاد شد که بلا فاصله ما با ایجاد کنترل قیام بازار کاملا نرخش ثابت نگاه کردیم. موضوع سوم گامی وسیع‌تر ما بود که برقراری رابطه بین ولایت، مرکز ولسوالی و قریه. یعنی وقتی ما میگیم ما 1,053,000 جمعیت نفوس داریم، در اینجا تمام از اینا در مرکز ولایت نیست، در قریه هم زندگی میکنه، در ولسوالی هم زندگی میکنه. گپایی که مردم شاید مطالباتشان بسیار زیاد باشه و گونه که من نمیفهمم که اونا کجای، کسایی که ملاحظه داره کجای کار ناقص میدانه. به هر صورت در اینجا کمیته که ما ایجاد کردیم شب روز همهشان مصروف هستند. دروازه های ورودی شهر طالقان کاملا کنترل میشه. در ولسوالی ها جاهایی که اساس است اونجا توسط تیمای دکترای ما کنترل میشه. بحثی رادیابیسته که ما در دورترین قریه ولایت که اگر یک نفر مشکوک شناسایی شود، بلا فاصله تیمای موظف ما از اینجا و از مرکز ولسوالی در او قریه میره و او نفر شناسایی میکنه. اگر علائم و اعراض دیش وجود داشت، بلا فاصله و انتقال میشه برای نمونگیری. به هر ترتیب بحثی ضد عفونی فعلا به شدت جریان داره. بله خاغله، ولی یو موضوع بله چې مهمه ده، کله چې مثبت پیښې تاسو د پیژندلو دپاره مشکوکې پیښې لیږئ مرکز ته او د پیژندلو دپاره وخت اخلي. د تخار اوسیدونکي وایي چې دغه وخت یو څه ډېر دی، لکه که ستاسو په یاد وي هغه اوله پیښه چې په تخار ولایت کې رامنځته شوه، هغه کس چې معاینات یې لیږل شوي د مشکوک کسو، تر دې وړاندې چې معاینات یې راوسپړل شي او هغې مثبت او منفي پایله معلومه شي، هغه کس خپل ژوند د لاسه ورکړی. وروسته معلوم شو چې دغه کس په کرونا ویروس باندې اخته و. حتی کیسه دا وه چې خلک هم راټول شوي وو، د هغې جنازه یې کړې وه او خاورو ته یې سپارل شوي وو. بیا داسې اوازې هم چې خلک هم اگه کسان چې دی جنازې ته راغلی او خاورې ته سپارلی و، اوس هغه خلک چیرته دی؟ فکر نه کوئ چې هغې به هم په دغه ویروس باندې اختی؟ او دغه موضوع چې مهمه ده همدا د وخت نیول دی تر څو دغه مشکوکې پیښې هغه معاینات یې راووزي بهر چې یا مثبت یا منفی. بله، یکی از نگرانی های بسیار جدی ما همی موضوع است که متاسفانه بسیار مایه نگرانی ما و مردم ولایت تخار است که دو بحث، یکی پایین بودن ظرفیت نمونگیری که اخیراً بعضی اقداماتی از مرکز صورت گرفته که خوشبختانه تسهیلات زیادی را در سطح ولایت ایجاد میکنه که تخصیص یک مبلغی نسبتاً خوب با توجه خاص جلاد ما رئیس جمهور افغانستان که تخصیص در ولایت
مواصلت کرده، حال دست ما تا حد زیادی باز شده برای ایجاد تسهیلات. بحث دوم هم تفویض صلاحیت ها برای والی هاست که این هم میتونه به سرعت کار مثلا خاغلی والی په بخنه سره ډیر زیات بخنه غواړم چې خبرم قطع کوم. اوس که یو مشکوکه پیخه مرکز ته لیږل کیږي په څو ورځو کې پایله معلومیږي؟ همین موضوع رو میخواستم که یادآور شوم که هنوز هم نگرانی ما سر جای خود باقی است، به خاطری که هم سیستم ترانسپورتیشن زمینی فعلا دچار اخلال شده بین ولایت، هم تخار میدان طالقان میدان هوایی نداره. همونطوری که شما اشاره کردین که نه تنها یک نفر بلکه دو نفر ما وقتی که سمپل اجنا به مرکز ارسال شده همین 19 مورد، دو نفرشان بعد از اینکه نتیجه آمدن هر دوی اجنا فوت کرده، یک کشنی دو نفر به می ترتیب. دانوی خبره ده، دانوی خبره ده چه ستاز داخلی مورد چه دو کسان ده غصی شویدی منگ تا خورا ریپورتون ده یه رسیدلو. بله، دو نفر در اینجا فوت کرده و بعد از اینکه وقت واقع تثبیت شده که اینا فوت کرده بوده، متاسفانه جنجال بعدی شنمیست که در جریان که اینا مثلا یک تعداد بله در تشییع، در تدفین، در فاتحه گیری، به محضی که اتفاقا همون روزی که فوت کرده بود در اون جریان راپور گزارش مثبت رسید، بلا فاصله مجلس همونجا خاتمه داده شد، کل قریه، منطقه، مسجد اینا قرنطین شدن، منطقه کامل ضد عفونی شد. کسایی که رابطی نزدیک داشتن تحت مراقبت بسیار ویژه خاص دکترای ما قرار گرفت که هنوز هم ادامه داره و ما در این مسئله هنوز مشکل داریم. با مقامات محترم وزارت صحت عام هم صحبت کردیم که حداقل در 4 ولایت زون شمال شرق یک مرکز لابراتوار باشه که ما بتونیم هم بدخشان، تخار، قندوز، بغلان دسترسی وقت میتونه دسترسی داشته باشه برای تشخیص واقعیات که سمپلگیری میشه. این نگرانی ما هنوز هم جای خود باقی است. چه مهم موضوع ده. بله، مهمانان از وزارت صحت عام امروز در ولایت میاین که ما امیدوار هستیم که با تشریف آوری از نایی دغدغه و نگرانی کلی ولایات زون شمال شرق رفع شود. در دیگر جهات امکانات به لطف رئیس جمهور هم تفویض صلاحیت، هم امکانات تا حدی که ما بتونیم از مشکلاتی پیش با مشکلات استراری عبور کنیم امکانات بر ما رسید. درست در قصد از صلاحیتون بعد امرازو چیز صلاحیتون تست اولسمشر غنی در کردی خلومره رازو دیتا چی ام دغه ستاسو په خبرو کې پوښتنه راته پیدا شوه چې هغه کس چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو دودیزه هیواد دی، کله چې په یو کور کې مړی کیږي نو معلومداره ده چې دغه کورنۍ ورسره نږدې اړیکې لري. دغه دوه کسان چې په وژل شویو د کرونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و، بیا د دې کورنۍ سره هغه کسان چې دغلته و یوازې دغه سیمه او خلک زه دې فوني کړه که نه د دې معاینات هم هغه مشکوک د دې معاینات هم مرکز ته ولیږل چې آیا دوی خو به اخته شوي نه، ځکه چې دا یو مهمه موضوع ده. او که چېرته په یو کلی کې یو کس په حق رسیږي او هغې ته خلک راغونډیږي نو زیات شمیر خلک به بیا دا یو لویه فاجعه رامنځته کوي. ښاغلی والی، دقیقا همین نگرانی رو من یاد کردم و این نگرانی باقی است، ولی اتفاقی که افتاده تمام اقارب اجنا کسایی که به نحوی با اینا در تماس بودن تحت مراقبت قرار گرفته، در تیمای صحی ما اینا را زیر کنترل خود دارن، اینا در قرنطینه هستند، ساحات زندگیشان از مسجد شریف که اینا در اونجا شاید تجمع کردن به خاطر تشییع و بعد از آن فاتحگیری که البته در جریان فاتحگیری دیگه موضوع که ثابت شد جلسه به هم خورد، فعلا کلگیشان تحت مراقبت است، مراقبت جدی و مناطقشان هم ضد عفونی شده. و همین ناشی از میشه که در منطقه امکانات لابراتواری وجود نداره و این سبب میشه که سمپلا بسیار با زمان طولانی را رفت و برگشت نتیجه احتوا بکنه. درست، یو سه چې د عامې روغتیا وزارت او خپله کله چې په هیواد کې د کرونا ویروس خپور شوی دی یوه ستونزه چې خپله حکومت هم ورسره لاس او ګریوان دی هغه د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې دی. او د دې تر څنګ دا د قرنطین موضوع او د په تګ راتګ باندې بندیز نه مراد کیږي، لکه ژوندی مثال په کابل کې
همدارنګه په یوشمې نور ولایتونو لکه ننګرهار کې اوس کړی شو تخار ته دلته خلک دامه پوهاوي په برخه کې څومره تاسو سره همکاره دي آیا که د بېلګې په توګه یو مثال هم ورسره ورکړم لکه په بهارک اشکمش کلافغان آیا په دغسې ولسوالۍ کې خلک پوه شوي دي چې هېواد ته کرونا ویروس راغلی دی او باید ځان ته سړی خوندي وساتي اول خو خوشبختانه ما مرکز ولایت ما با 16 ولسوالی ما رای زمینیش وصل است و در رفت آمد مشکل بسیار جدی در خیلی از ولسوالی های خود نداریم در بعض جایشان بسیار محدود ما اول برتان داور شدم که فکر نکنم کسی فعلا در تخار زندگی بکنه از این موضوع به خبر باشه البته اینا از طریقی ما تقریبا در تمام ولسوالی های خود کمیته های مبارزه با ویروس ایجاد کردیم زیر نظر ولسوالی ها و در قریجات 120 نفر در تیمای مختلف توظیف شده که حتی در مناطق تحت کنترل طالبا برای عرضی خدمات برند و تمام رئیس های ما تقسیمات شده در ولسوالی ها که اینا برند نیازسنجی بکنن مراکز قرنطین ولسوالی ها را فعال بکنن دیروز اینا اعزام شدن بعد از اینکه امکانات بر ما رسیده ما در سه کتگوری اینا را تقسیم بندی کردیم در قریه به شمول قیردار قریه رئیس دیدی ملایم مسجد معلمی که اونجا است و مسئول کلینیک در هر قریه اینا واقعات در مرکز ولسوالی خبر میتن مرکز ولسوالی در صورت ضرورت افراد مشکوک میاره در مرکز قرنطینه ولسوالی در صورتی که افراد مصاب باشه باز امبولانس های از امکانات ارسالی کرایه گرفته شده افراد مصاب انتقال میتن در مرکز ولایت باز اینجا تحت مراقبت های ویژه در شفاخانه صد بستر ما قرار میگیره البته امکانات نداشت ما و شفاخانه ما هنوز معیارهای لازم نداره ولی به زودی انشاءالله تا یک هفته دیگه با معیارهایی که در حد ظرفیت محیطی وجود داره اونا عیار میشه پس از لحاظ اطلاع رسانی به شدت این کار شده و هنوز هم ادامه داره چون شاید یکان کس باشه که به تلفون، به تلویزیون، به رادیو دسترسی نداشته باشه حتی برای از ناتدابیر در دورترین قریه گرفته شده و تیمای سیار ما برای یک ماه توظیف کردیم که برن اطلاع رسانی بکنه و هیچ کس از این موضوع به خبر نمانه اگر مانده باشه گرچه باور ما است به قدری که لازم بود اطلاع رسانی شده ولی کافی نیست باید هیچ شدت و وسعت داده شده باید موضوع در داخل شهر که مطرح کردین فعلا بخش اعظم شهر طالقان کاملا مسدود است ولی یک مشکل دیگه که هم جزی عوارض جانبی است بحثی است که کسایی هنوز هم در بازار گشت و گذار میکنه میگردن که اینا خود طبقات مستمند میدانه و واقعیتش هم مستمند هستند این حال ما سری پیدا کردن مکانیزم نوی کمک به اینا در حال تبادل نظر هستیم با مسئولین اصناف خود نمایندهای اصناف کاری و اداره محلی که چه قسم برشان کمک رسانی بکنیم که کمک در خانه شان پشت دروازه شان ببریم و اینا از خانه بیرون نشه فقط با اینمی شرط که اینا از خانه بیرون نشه ما کمک و البته اونایی که مستحق هستن اونایی که استرسی دارن به امکانات تقریبا دو هفته میشه دکانهایشان مسدود است در خانه های خود است بازم اطراف است دور است و قناعت دادن مردم یک ذره مشکل تر است ولی ما در این زمینه فکر میکنیم تا یک حدی کارهایی را کردیم و کار ما جریان داره و عوارض دیگه هم که بالا صعود قیمت هاست این کاملا از تاریخ 28 بود که یک کمی بازار نوسان پیدا کرد کنترل شده فعلا قیم هم مواد غذایی به قدر کافی در مارکت است و هم قیمت ها کاملا به وضعیت قبل از کرونا خو خغله ولی بله دغه فقر او بیوزلی هغه څه دی چې ټول هیوادوالو سره اکثریت هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي په ولایتونو کې په مرکز کې خو راځو یو مهم خبر ته تاسو اشاره وکړه تاسو ویل چې طالبان هم په دې سلا شوي دي چې د دیو سیمو ته دغه روغتیایي کارکوونکي لاړ شي او د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هلته کار وکړي دا تر کومه کچې
دغه طالبان اجازه ورکړې ده روغتیایي کارکوونکو ته، او آیا تاسو سره کومه خبره اتره کړې ده چې ستاسو دغه هماهنګۍ په اساس باندې دیوال ته ځي کار کوي د روغتیایي کارکوونکي که نه خپله د عامې روغتیا وزارت ورسره خبره کړې؟ دا څه ډول موضوع ده؟ ما هیڅ ګونه تفاهم با اونا نکردیم د رابطه، ولی یک موضوع انسانیست، یک موضوع که وقتی که اونا به بنیادهای فکری اسلامی بیشتر تظاهر میکنن، امروز روزی نمایشی و نمو خدمت است. ما حاضر هستیم تمام توان خود در دورترین نقطه و قره خود که هیچ شهروند ما، هیچ کسی از مردم ما محروم نشود از تحصیلات. توقع ما فقط از طالبان است که ایجاد مزاحمت نکنه. البته بعضی راپورهای شفاهی بر ما رسیده که اینا در بعضی جاها در این قسمت آمادگی نشان داده، مثل ولسوالی شکمش که ولسوال سیبشان کتبی نیست شفایی بر ما گفت که طالبان در این قسمت هم آمادگی داره و هم چی است، قدم های را برداشته، توصیه کرده که توصیه های مراکز صحی دکتر صاحبا را رعایت کنید. ما تحت کدام پروتکل در او مناطق ارزی خدمات نمی کنیم. ما تیمای خود را آن می کنیم. خغله ولی وقت کم درست سیش از این تیمای یک عالم دین است، یک کارشناس امور صحی است و یک نفر هم اطلاع رسان است که در دورترین قریه برن، حتی قرجاتی که طالب هست. امیدوار استیم که اونا مزاحمت ایجاد نکنه. سید اروستای پختنه کم و وقت کم در خغله ولی پختنه می زواب شد. تاسو د ولسمشر غنی والیان ته ډیر صلاحیتونه ورکړي دي، کولی شئ لږ لنډ په لنډه توګه باندې راته ووایئ چې ولسمشر غنی تاسو ته کوم صلاحیتونه درکړي دي په دې برخه کې؟ اول خو یک امکانات خوبی را بسیار به یک موقع خاص و حساس د اختیار والیا قرار داد در رابطه با مبارزه با کرونا که در تخار هم یک مبلغش خیلی خوب است خوشبختانه. موضوع دوم، صلاحیت ها با استفاده از رویش تدارکات منبع واحد برای مصرف کردن از پول از تحت بعد از فیصله کمیته ولایتی مبارزه با کرونا و هیئت تدارکات خاص که بسیار این ما در یک روز اگر خود ما کارایی داشته باشیم در یک روز تمامی کارای تدارکاتی مصرف از بودجه را میتونیم قانونی تای مراحل بکنیم که صحت عامه ما در اسرع وقت با امکانات اولیه دسترسی پیدا بکنه، که در حالی که اینمی رویش در صورت معمول در صورت فقدان صلاحیت یک ماه دو ماه را در بر میگرفتی. مسئله سوم هم عضویت راه دوری والیا به کابینه است که والیا از طریق اسکایپ که یک بزرگترین یک ابتکار است که حکومت افغانستان برای اولین بار در هفته گذشته و از طریق ویدیو کنفرانس والیا در جلسه کابینه اشتراک کردن و بعد از این مستقیم میتونه مشکلاتی ولایت با درج اولویت ها در اجنده البته قبلا میتونه در اونجا سهم بگیره که ما جا داره که قلبا سپاسگزاری کنیم از این توجه خاص جلد ما برای جمهور افغان. دیر ازیاد من در تخار والی عبدالحق شفق در چه رغلی یا پدغسی اساس موضوع باندې د خلکو سره خپل معلومات او کوم تدابیر چې تاسو نیولی دي هغه هم د خلکو سره شریک کړه، او خلکو په دې برخه کې اندېښنې درلودې، هیله ده چې د هغې و اندېښنو ته هم ځواب ویل شوی وي. مننه، بخیر باشئ. درنو لیدونکو، لنډه دمه خلو بیرته راګرځو. د خبرونې دوام ته خراغ لاس. د پکتیا په زندان کې تیره شپه بندیانو بلوا وکړه او غوښتل چې زندان ما ته وتښتي. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت دا پیښه تاییدوي او وایي د پولیسو او بندیانو ترمنځ نښته هم شوې ده. هغه وایي امنیتي ځواکونه ژر زندان ته ورسېدل او وضعیت یې کنټرول کړ. د ګردیز د ملکي روغتون مشر ډاکټر اصل خان ناصري وایي روغتون ته یې دوه ټپي پولیس او د یو پولیس مړی وروړ شوی دی.
اروپایی ټولنې له افغانستان سره د 111 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی دی. اروپایی ټولنه وایي دا مرسته د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې په موخه کوي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا، د کرونا ویروس په اړه د پوهاوي او له ایران او پاکستان څخه د راستنه شویو افغان کډوالو ژوند ته د پاملرنې په برخه کې ولګول شي. د اروپا د کمیسیون رئیس او ویلی کرونا ویروس پوله نه پیژني او دا نړیواله ستونزه نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه وایي اروپایي ټولنه د دغه ویروس پر وړاندې د مبارزې په موخه نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي. د اروپا د کمیسیون رئیس وایي ټول پوهیږي چې یوازې د یو بل په همکارۍ کولی شو په ټوله نړۍ کې د کرونا د پرمختګ مخه ونیسو. په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره خوندي ځای ونه ګرځي. په ناټو سازمان کې د امریکا دایمي استازی وایي امریکا به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تیر په شان د ترهګرو لپاره خوندي ځای شي. هغه ویلي امریکا او ناټو سازمان په ګډه افغانستان ته تللي او راوتل به هم د شرایطو له مخې یو ځای وي. هغه وایي امریکا او ناټو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې له رامنځته شویو فرصت څخه استفاده وکړي او د دایمي اوربان او سولې د ټینګښت په موخه هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه څو ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله پیل شي. جنرال خوشحال ساده د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریر وایي چې د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال جنرال خوشحال ساده د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې د عمومي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خوشحال ساده درې میاشتې مخکې له دندې ګوښه شوی و. یو بل خبر ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د استقلال روغتون مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې نسایي ولایدي څانګه یې هغه امیدوارو مېرمنو ته ځانګړې شي چې په کووید 19 ناروغۍ اخته وي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون دغه روغتون ته ورغلی و او له مسؤلینو سره یې په کتنه کې له دوی غوښتي چې تدابیر ورته ونیسي. مسؤلین وایي وزیر د روغتون مسؤلین او ډاکتران هم ستایلي چې په دې حساس پړاو کې خپل هیڅ راز هڅې ونه سپموي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د دارلمان ماڼۍ هم د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړې شوې او وسایل او امکانات هم ورته وړل شوي دي. د افغانستان د هوا د پیژندنې ادارې نن او سبا په نږدې 60 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د دغه اټکل له مخې ښایي نن او سبا د وري 24 او 25 نیټه په هرات، بادغیس، فراه، غور، دایکندي، اروزګان، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، بغلان، بامیان، سمنګان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، وردګ او غزنی ولایتونو کې او له 60 تر 1.5 میلی متر پورې باران وشي. دا اداره وایي په دغه ولایتونو کې به د اورښتونو له امله سیلابونه هم راووځي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1555 کسانو ته ورسید. عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو 24 ساعتونو کې د هیواد 9 ولایتونو کې د کرونا 24 مثبتې پیښې ثبت شوې. کرونا تر دې مهال افغانستان کې له 18 کسانو ژوند اخیستی خو 10 نور بیا بیرته رغیدلی دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي کابل کې د کرونا د مثبتو پیښو د پیژندنې لپاره یوه 2 کسیزه ډله ګمارلې چې نن یې په کار پیل کړی دی. په
په افغانستان کې د کرونا ویروس وده د اندېښنې وړ ده. وروستیو 24 ساعتونو کې په کندهار، غور، بادغیس، نیمروز، ایرات، کابل، بلخ، میدان وردګو او بغلان ولایتونو کې د کرونا 14 مثبتې پېښې ثبت شوي چې په ټولیز ډول اوس په دې ویروس د اخته کسانو شمېر 5550 ته رسېږي. د دې ویروس له کبله د مړو شوو شمېر تر دا مهاله 1800 ته رسېږي، خو 10 کسان بېرته ترې ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د مثبتو پېښو موندلو ته 22 ډلې ګمارلي چې د شنبې په ورځ یې خپل فعالیت پیل کړ. امروز در 22 حوزه ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا اجراد خود خواهد داشت. یه به سرچینه رسانه ته ویلی ولسمشری که دده بنسټ شل کارکون که پکرونا ویروس اخته دی او شپگ هم ده چارو اداره. راپورونه وایي چې په امیری کمپلیکس که پکرونا ده اخته کسانو شمیر هم تر اوغو زیاد دی چې د عامې روغتیا وزارت وایي. په کرونا ویروس در به بلخی روغتون دی او ډاکټر دخته کېدو خبر هم ورکړل شوی چې د عامې روغتیا وزارت پایل منفی اعلان کړی ده. په همدې حال کې سرچینو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې مالیې وزارت کې دوه تنه په کرونا ویروس اخته شوي چې د مالیې وزارت له سرپرست سره نږدې اړیکې لرلې او اوس دا وزارت قرنطین شوی. آیا د عامې روغتیا وزارت په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر پټوي؟ یک اقدام جلوگیرانه و وقایوی بوده و در آینده هم ادامه خواهد دادیم. هر زمانی که نتایج بر ما میرسه مثبت به اساس از او ما اقدامات وقایوی و همچنان تداوی گیرانه اگر در صورت خدا نخواسته مثبت باشه اقدام میکنیم. که څه هم د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کرونا ویروس د پراختیا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې، خو لیدل کېږي چې خلک دا خبرې جدی نه نیسي. آمار واقعی را وقتاً فوقتاً با رسانه‌ها شریک کرده. در این مورد چیزی که به عنوان یک از مسئولین وزارت ساعت ما خدمت شما اطمینان میتونم که هیچ پنهانکاری در این زمینه صورت نگرفته. در 3 هفته 14 روز الا 21 روز که اگر قرنطینه جدی گرفته شوه عامل مرض از بین میره. له کرونا ویروس ته خلک خلاصون یوازینی لار په تک را تک محدودیت او کورونو کې پاتې کېدل دي. نو کورونو کې پاتې شئ چې خوندي ووسئ. کابل ښار نن د کرونا ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره قرنطین کېږي. د کابل والی وایي سر له ننه کابل ته ټولې راتلونکې لارې تړل کېږي او د امنیتي ځواکونو په همکارۍ به ښار کې د خلکو تګ راتګ مخه ونیسي، خو ځینې کابل ښاریان دې پرېکړې ته غبرګون کې وایي نشي کولی له کرونا او بېوزلۍ سره په یو وخت مبارزه وکړي. افغانستان کې کووید 19 ویروس د پراختیا په حال کې دی، خو حکومت د ستونزې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په همکاري کابل ښار قرنطین کوي. د کابل والی وایي له یکشنبه به کابل ښار ته ټولې تلونکې لارې بندې کړي او دا ښار به په بشپړ ډول قرنطین شي. د خانهایتان بشینین، نه خوده د خطر پرتې، نه اعضای محترم فامیلتانه و نه همشهریانتانه. یعنی ما باید انتخاب کنیم چی را انتخاب میکنیم؟ بیپروایی را، تکلیف د قاوردنه، میلنه رفتنه. بلخوا د کابل پولیس و د ښار قرنطین کولو ته تیاری ښودلی، خو له پولیس سره د خلکو د جدي همکاري غوښتنه لري. همکاري مردم حداقل در دو روز گذشته تغییر کرده، افزایش یافته. ما شاهد کمتر گشت و گذار مردم در جدای کابل هستیم و شاید کمتر تردد دارن و پولیس هم خیلی به شکل جدی و قاطع این قانون را تطبیق میکنه. د کابل والی وایي د دې لپاره چې خلک په کورونو کې پاتې شي تر اوسه حکومت له 90 بېوزلو کورنیو سره مرستې کړي دي، خو کومې مرستې چې حکومت له اړمنو سره کړي آیا هغوی ته د قناعت وړ وي؟ همی گندم هم ما وقتی که میگیم قرنطین نبراین از خانه هایتان نمی گندم اینا چی کنه؟ این گندم در کجا آرد کنه؟ گندم چی پخته کنه؟ بریان کرده بخوره هر روز تو خسته میشه. د کابل اوسیدونکو دولت له مرستو ناراض دي ځکه وایي د مرستې نشي کولی د یوې شپې او ورځې لپاره هم بسنه وکړي. کلشان کراچیوان بیچاره غریب کار مزدور کار است. کلشان سرچوگم که میره کاربار خیال نیست. از طرف دولت ما و دولت مردان ما کمک شد 4.5 کیلو گندم های 4.5 کیلو گندم چی میشه در یک فامیل و در مردم در این بدبختی در این مصیبت در این بیکاری که هستن. څو ورځې کېږي چې کابل کې د کرونا ویروس مخنیوي لپاره ګرز بندیز لګېدلی، خو که قرنطین وضع کېږي په تګ راتګ به لاک لاک بندیزونه ولګول شي. حکومت وایي د کرونا مخنیوي لپاره اړ دي چې سختې پرېکړې عملي کړي.
ولسمشر با راتلون کې اونې د خونځې او د درسي چارو د پایل زنګ ووهي. د زده کړو بهیر به دا ځل آنلاین وي چې د رسنیو له لارې به پر مخ ځي. د پوهنې وزارت وایي کومه طرحه چې لري د زده کوونکو د مهال ویش په تنظیمولو سره کولی شي د تلویزیونونو او رادیوګانو له لارې د زده کوونکو ستونزې له شپېته تر اویا سلنه حل کړي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لپاره د انټرنیټ واحد پروګرام جوړېدو خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي دا انټرنیټي پروګرام به ټاکل شوی راتلونکې اونۍ خپل کار پیل کړي او د ټول افغانستان د استادانو او محصلانو ترمنځ به ګډ کمپیوټري پروګرام وي. دول چوپتیا ټول ایواد نیولی ښوونیز او تحصیلي مرکزونه د کرونا ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ځنډول شوي. پوهنې وزارت د رسنیو له لارې په آنلاین ډول د زده کوونکو د زده کړې په پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به ساینسي مضمونونه د تلویزیونونو له لارې او ټولنیز مضمونونه په راډیوګانو کې په یو مشخص مهال ویش سره تدریس شي. نشرات رسمی و نشرات آزمایشی ما در جریان هفته آینده رسمی پس از نواختن زنگ مکتب شکل آنلاین توسط جلالت ما رئیس جمهوری افغانستان آغاز میشه. که هم ځینو خصوصي پانتونونو په انټرنیټي آنلاین پروګرامونو سره له وړاندې زده کړې پیل کړي، خو ښکاري چې دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په یو واحد پلان کار کوي. وزارت وایي په یو واحد پروګرام کار روان دی چې پکې ټول خصوصي او دولتي پانتونونه شامل دي او درسي بهیر به هم په واحد ډول پر مخ ځي. وزارت تحصیلات عالی یک روی یک سیستم واحد فعلا کار میکنه به نام هایر ایجوکیشن لرنینگ منیجمنت سیستم، که این سیستم در کلاود و در اینترنت آنلاین شده، محصل میتونه از این بازدید بکنه. فقط این سیستم فعلا رویش کار جریان دارد. تا یک هفته انشاءالله محتویات درسی در این اپلود خواهد شد. په آنلاین پروګرام کې چې د محصلینو لپاره په ځینو خصوصي پانتونونو کې تطبیق کیږي، ویل کیږي چې محصلانو ته ډېر لګښت لري. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کوم پروګرام چې دوی کار کوي تر وروستي اده هڅه شوې چې استادانو او محصلانو ته په وړیا ډول وړاندې شي. ارګو سپیدار وایي د سیاسي کړکېچ حل لپاره سیاسي خبرې دوام لري. ولس مشرۍ ماڼۍ وایي له عبدالله عبدالله سره خبرې په خلو روانې دي او تمه ده چې دواړه خواوې د خبرو له لارې د دې کړکېچ د هوارۍ لپاره هوکړې ته ورسیږي. د عبدالله عبدالله ویان هم وایي له ارګ سره په یوې هوکړې لاسرسي فرصت لا شته او که خبرې ناکامه شي عبدالله عبدالله به عملی اقدامات وکړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سیاسي کړکېچ پر دوام اندېښنه ښودلې او وایي د افغانستان سیاسي کړکېچ د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د افغانانو د خپل منځنۍ خبرو د پیلېدو مخه نیولې ده. د سیاسي کړکېچ څه باندې یوه میاشت تېره شوې د لوړې له دوو مراسمو وروسته ارګ او سپیدار لا هم د سیاسي کړکېچ حل لپاره په خبرو اترو بوخت دي، خو تر دې ځایه دواړه خواوې په کومې هوکړې نه دي سره شوې. د دواړو لورو خبرې تر نامعلومې مودې غځېدلې، خو ارګ وایي عبدالله عبدالله ته د غني په وړاندیز شوې ټولګه کې څه نه دي اضافه شوې. مذاکرات روان دي، د مذاکراتو دروازه تړله سوې نه ده، ولې د دې لپاره چې یو ښې نتیجې ته ورسېږو یو زمان ته اړتیا سته. ارګ خوشبین دی چې له سپیدار سره خبرې ژر یوې پایلې ته ورسیږي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي په سیاسي تفاهم لاسرسي ته لا فرصت شته او د سیاسي کړکېچ د هواري لپاره هڅې دوام لري. تر اوسه نه ارګ د کابینې د غړو مقررې ته دوام ورکړی او نه هم عبدالله عبدالله په هغه خبرداري عمل کړی چې وړاندې په عقله خبرې کړې وې. ما به خاطر منافع ملي و با در نظرداشت شرایط فعلي کشور تلاش کردیم کې از راه مسالمت آمیز به یک نتیجه برسیم. مردم نگران هستند، مردم مشکل دارند. خروسی د افغانستان د سیاسي کړکېچ پر دوام اندېښنه ښودلې. مسکو باور لري چې سیاسي کړکېچ د ټول شمول حکومت جوړېدو مخه نیسي او درز نه پرېږدي چې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. کابل کې د کورنۍ سیاسي کړکېچ دوام په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت جوړېدو مخه نیولې چې ټولو لورو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. دې سیاسي کړکېچ د سولې مخامخ خبرې هم ځنډولي او ښکېلو خواوو تر اوسه د بندیانو پر تبادلې هوکړه نه ده کړې. په افغانستان کې ښکېل سیاسي لوري باید د سیاسي اختلافونو د حل لپاره په پراخ ډول خبرې وکړي او د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ عبدالله عبدالله ته د ملي پخلاینې شورا د مشري او په کابینه کې د نوموړي د ملګرو او پلویانو د ځای پر ځای ولو ژمنه کړې، خو ښاغلي عبدالله د لومړي وزیري څوکۍ د سولې بهیر د مشرتابه او حکومت کې د څلوېښت سلنه برخې غوښتنه کړې. دواړه خواوې تر اوسه له خپلو دریځونو نه دي پشا شوي.
د بخن نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لار کې د خزینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان دا راز بندیانو خلاصون لپاره په بیړه د ولسمشر فرمان د تطبیق غوښتنه کړې ده. د زندانیانو د تنظیم اداره وایي تر اوسه د هیواد په 24 ولایتونو کې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې 3011 بندیان او یو سلو یو خزینه بندیانې خوشې شوي دي او د بندیانو د آزادولو بهیر هم دوام لري. ولسمشر غني په هیواد کې د کرونا ویروس د مبارزې لپاره شاوخوا دوه اونۍ مخکې د 10,000 زیانمنونکو بندیانو د خلاصون فرمان ورکړی و چې ښځې هم پکې شاملې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر اوسه دا فرمان په بشپړ ډول اجرا شوی نه دی. د سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د پراختیا اندېښنې زیاتې دي او ښځینه بندیانې په دې ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبر پاڼه ښځو سره توپیري چلند ته په کتو او دا چې په کرونا ویروس څومره ژر اخته کیږي باید هغوی ژر په یو خوندي ځای کې ځای پر ځای شي. د افغانستان زندانونه له ګڼې ګڼې ډک او روغتیایي امکانات یې لږ دي او دا چې ځینې بندیانې له خپلو اولادونو سره اوسیږي باید هغوی خلاصون ته لومړیتوب ورکړل شي. دولت تر اوسه 3,400 بندیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په 14 ولایتونو کې آزاد کړي دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان تر دې زیات کار غواړي. دا بنسټ غواړي چې ښځینه بندیانې په لومړي سر کې خوشې شي. د 34 ولایت افغانستان به اساس امی فرمان اختصاصی 3,011 تن از محبوسین ذکوری ها شدند و د 34 ولایت افغانستان 101 نفر محبوسین وناسیه به اساس این فرمان جدوان برسی به جمهوری ها شدند. سیاسیون وایي د دولت سیاست لکه چې د طالب بندیانو په تراو ګونګ دی د عادي بندیانو په عقله هم پیچلی دی ځکه دولتي مشران اوس د سیاسي کړکیچ په حل کار کوي او ځینو برخو کې د حکومت کار هیر کړی دی. دولت خیلی محافظه کارانه برخورد میکنه در رابطه با مسائل داخلی و جسارت های بسیار لازم و واجب نشان نمیدن. نگده دو اونه مخ که په ایراد که خزینه بندیان و ولسمشر په فرمان که د خپل نمونو د نش شمولیت د کبله تاوتریخ جن اعتراض کرده و او د زندان ځینې امکانات سوزه بودی و په دې اعتراضونو که یوه خزینه بندی او شپک پولیس ټپیان شوي و. او په همدې سره ورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته ښه وخت.